بله خدمتون باید بگم که امشب شب ویژه است، شب سینماست، شب فیلم های کوتاه و بلنده. به همانطور که آقای فیاض گفتن در کانون فیلم این برنامه که دوم دسامبر خواهند داشت، یک شنبه فیلم ویژه خواهند داشت که در اونجا با کارگردانشون صحبت میکنیم، امشب صحبت میکنیم، با تهیه کنندهشون صحبت میکنیم. ولی پیش از این که درباره اون فیلم صحبت کنیم، اجازه فرمایید که به یک قطعه فیلمی توجه کنیم که یکی از هموطنان عزیز، خانمی که خوشبختانه اهل فن، هم کار فنی میدونه، هم دوربین میتونه با دوربین کار کنه، هم کارگردانه، هم تهیه کننده است، هم هنرپیشه بسیار خوبه. اجازه فرمایید که به این قسمت فیلم توجه کنیم، برگردیم باشون صحبت کنیم. تمنا میکنم. Mother Princess. I have music all day. Mommy, Daddy's home early. I see that, sweetie. What's going on? بله، من خیلی خوشحالم که در خدمت خانم رویا آریانپاد هستیم. خیلی خوش آمدید خانم. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امشب در برنامه جالب شما. میدونید معمولا ما در این برنامه صحبت کردیم در گذشته، خانم هایی بودن که اکتر بودن، هنرپیشه بودن، کار کردن، یا خانمی بوده که کارگردان بوده، فیلمساز بوده. ولی امشب من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم، که شما هم این طرف دوربین میدونید چه خبره، اون طرف دوربین. چی شد که به این فکر افتادید که تو این خطا بیاید اصلا؟ راستش خب من پرفورمینگ آرت رو همیشه دوست داشتم، ولی با رشته کامپیوتر شروع کردم تحصیلاتم، و سال 91 بود که یه نفر در استرالیا به من پیشنهاد داد که یه شورت فیلم بازی کنم. و وقتی که این فیلم رو بازی کردم، خب از بچگی خیلی از تئاتر و اینا خیلی خوشم میومد، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه روزی خودم این کارو بکنم.
بعد وقتی که اون شورت فیلم رو راستش انجام دادم یهو تمام childhood dream came back basically و ترجیح دادم که دوباره برم دنبال فیلم و هنرپیشگی و شروع کردم کلاس‌های اکتینگ و بعد از چند سال به آمریکا اومدم سال 96 بله. که بیشتر دنبال این کارو برم بله و از اون موقع که اومدید اینجا مشغول هستید ولی این کار آقای فیاض گفتن که یه هفته پیش و دو هفته پیش از فیلمسازهای خانم دعوت کردن که یکی شما بودید بله و مثل که همه فیلمساز اون شب خانم های ایرانی بودن درسته و جالبه به نظر من این که خانم ها حالا بعضی فیلم هایی که درست میکنن مثل بقیه فرق نمیکنه که خانم یا آقاست ولی بعضی از خانم ها فیلم هایی که درست میکنن بیشتر آدم حس میکنه که یه خانم این فیلم درست کرده مثلا از کسایی که در گذشته من دیدم خانم ورتمولر بوده خانم ورتمولر با اسیستنت فلینی بود بله. بعد ایشون فیلم هایی ساخته بود حالا من کاراش چند تاشو دیده بودم در آمریکا بعد در ایران در جشنواره سینمایی ایشون اومده بود و در اونجا با هم دیگه صحبت میکردیم و در فیلمهاش همه حس میکرد که این خانم این فیلم ساخته و به نظرم خیلی خوبه از چه نظر یعنی میگین که یعنی حس میکرد؟ تاچ ببینید فمینین تاچ بله ببینید بعضی موقع هست که شما مثلا تو فیلم های خانم ورتمولر همیشه از ضعف مردان صحبت میکنه و خیلی جالبه نمیدونم باشون آشنایی دارید یا فیلماشون رو دیدید خیلی قشنگ اینه درست میکنه و چون اطلاع داره آدم اینه حس میکنه که اینه یه خانم ساخته و اون تاچ داشته حالا شما تو این کارهای مثلا این کاری که الان دیدم خب این میتونه آقا هم بسازه خانم هم بسازه ولی تو این کار فکر کردید که یا سناریو به دست تونسته که همچین کاری بکنید که بیشتر تکیه روی خانم ها باشه این همه آقایون در پدران ما اذیت کردن ناراحتی به وجود آورده برای خانم ها ولی شما ایش فکر کردید که این کارو بکنید من خب دوست دارم کارم یعنی همون فمینین تاچ رو داشته باشه ولی در این حال همیشه برام میگم چون خیلی انسپایر شدم توسط فیلمسازایی که مرد بودن بله. و برام هیچ وقت اون زن و من مرد وجود نداشته راستش بخواییم بله. همیشه یه فیلمساز به عنوان از طریق فیلمش خوشم اومده ازش نه اینکه از طریقی که مرد بوده یا زن بوده بله. برای همین اون فکر نکنم اون حالت رو داشته باشم هیچ وقت ولی خب در این حال دوست دارم به نظرم باز زنها طرز فکرشون خب هرچی باشه یعنی خب بالاخره زن و مرد متفاوت ساخته شدن و طرز فکرهاشون فرق میکنه و به نظرم خب من دوست دارم کارهایی رو بکنم که شاید مردها بهشون مثلا سناریوهایی شاید که مردها شاید به اون اونقدر توجهی داده نمیشه از طریقشون و هوپفولی که یه کاری رو ارائه بدم که متفاوت باشه وقت در اینجا الان مشغول کار هستید یا کار کردید با آقایون حالا آقای دلارا نمیگم بقیه رو میگم آیا وقتی شما چون در اون قسمت هم هستید این حس میکنه که یک خانومی که کارگردانه کارگردان یعنی که کپیتان اونجاست خدای اون صحنه است اون هرچی میگه اشکالی بوده که مثلا آقایی که مثلا قبول بکنه یعنی باستش با نوات یه کارگردان قبول کرده این فیلم بازی کنی و حتما اون کارگردان قبول کرده که داری براش هیچ این چیز به وجود نیومده برای شما اومده نه خوشبختانه تا حالا من یه همچین اکسپیرینسی نداشتم تمام کسایی که باشون کار کردم همیشه خیلی خیلی قشنگ خیلی خوب با هم کار کردن و همشون پروفشنال بودن یعنی هر کس هر مسئول هر چیزی که بوده کار خودش رو انجام داده و خیلی هم یعنی راحت هر چیزی که من گفتم یعنی قبول کردن و خیلی یعنی فرندلی بوده فرندلی ست بوده بله. هم از نظر کار کردن با هنرپیشه ها و هم با کرو بله. یعنی آره
خب اولی اکسپیرینسش خوب بوده تا نه خوبه خیلی الان شکر چون که تو این وسیله تو سینما هیچ مهم نیست که حالا هر کسی که کار بهتری میتونه انجام بده باید انجام بده حالا فرق نمیکنه خانم باشه آقا باشه ولی رو فیلم هایی که انتخاب میشه معمولا اون کسایی که یه کارگردان خانم انتخاب میکنن برای یه فیلمی یه مقدار میگن که این شاید فمینن تاچ داشته باشه تو این کار میدونید چون اینجوری که میگن اکثر خانم ها اینجوری نمیخوام الان جنرالایز کنم که بگم معمولا فیلم های اجتماعی فیلم های عشقی فیلم های که آدم یه داستان خوبی داره بیشتر خانم ها دوست دارن برن فیلم های خشن فیلم های که اکشن اینا رو آقایون به همین جد الان سینمای آمریکا جوری شده که یه سینما ممکنه 14 تا اسکرین داشته باشه که ممکنه آقا خانم بره هر کدوم به خواسته خودش بره دو تا فیلم مختلف ببینن که در گذشته نبود ولی این هست که معمولا نمیگم همیشه بوده همیشه هست که معمولا به این صورته مثلا میگن این فیلم هست که معمولا آدم با دیت بره ببینه مثلا این فیلم بهتره تا اون فیلم دیگه تجربه شما با کانون فیلم چی بود این دفعه که داشتید با خانم های دیگه کانون فیلم خیلی جالب بود راستش من از سال فکر کنم 2004 بود که من اومدم به لس آنجلس از همون اوایل من با یعنی کانون فیلم در تماس بودم برنامه‌هاشون رو می‌رفتم ولی هفته پیش جالب بود که کار 4 تا خانم ایرانی رو آقای فیاد اسکرین کردن و خیلی ریسپانس خیلی خوبی بود و خیلی جالب هست که ببینیم که زنای ایرانی بیشتر این کار میکنن چون متاسفانه زیاد ما توی قسمت آرت زیاد به خصوص فیلم سازی خیلی زنا جلو نیومدن خانمای ایرانی و خیلی جالب بود که برنامه‌های متفاوت از خانمای مختلف ببینیم و پوزیتیو تینگ بله البته در گذشته خیلی کمتر بود حالا داره بهتر میشه آره خیلی خیلی زیادتر میشه من راستش متاسفانه ما یه سنترالایز پوینت نداریم که بشنویم و آشنا بشیم با تمام فیلم سازا ولی روز به روز که میره من آشنا میشم با آدمای مختلف و میبینم که چقدر در جامعه ایرانی چقدر ما کسایی رو داریم که توی کارهای فیلم هستن حالا یا کارهای مثلا پست پروداکشن هستن یا ویژوال افکتس یا مثلا دایرکتور حتی خانمای دایرکتور زیادی هم هستن ولی خب کم کم داره خیلی زیادتر و زیادتر میشه بله البته میگم این یه مقدار وقت میخواد بله. در شما فکر کنید اون سالهای قدیم هالیوود اصلا فکری نمیکردن که یه خانم اینجا بیاد کارگردانی بکنه الان دیگه خیلی راحت تره بله حتی برای آمریکاییام یعنی بله. نه ما در آمریکا دارن میگم در وطن عزیزمون که الان میبینیم خانم ها دارن کارگردانی بله. میکنن فیلم های مختلف ساختن و خیلی خوبه مخصوصا با ساختن فیلم های کوتاه شروع میکنن بعد سلیقه‌شون نشون میدن و این کارها بهتر و بهتر میشه البته الان میبینیم ایرانی ها در سینما تلویزیون رادیو در آمریکا خیلی موفق شدن خیلی موفقیت های زیادی به دست آوردن نظرتون راجع به آقای یوسف خان چیه برای این فیلم کوتاهی که بازی کردید چون بعد هم با ایشون صحبت خواهیم کرد این یه تیکه از فیلم حتما نشون خواهیم داد نظرتون کار کردن با ایشون چطور بود؟ راستش خیلی خوب بود خیلی ست یوسف جان خیلی پروفیشنال و ارگانایز بود یعنی وقتی که ما رفتیم خب پروسس یه مقدار چیز داشتیم ریهرسال و اینا داشتیم ولی روزی که من رفتم به ست همه چیز ارگانایز خیلی یعنی honestly so far I haven't seen that ارگانایز ست برای یک شورت فیلم خیلی تمام همه آن باکی تاکیز تاکینگ مثلا همه و خیلی خیلی ارگانایز بود یوسف خیلی he's an easy going person خیلی فان هست باش کار کردن و اصلا اینتیمیدیت نمیشی و you get to try stuff من از همین لحاظ خیلی خیلی لذت بردم با کار کردن با یوسف جان مخصوصا شما که خب هم
هنرپیشه هستید، هم خودتون کارگردانی میکنید، هم خودتون در دست اندر کار هستید. اجازه فرمایید یک قسمتی از این فیلم کوتاه که ایشون کارگردانی کردن، اسمش چیه این قسمت؟ ایر هست. ایر. بله. و این قراره که دوم دسامبر به طور کلی در کارنامه فیلم دیده بشه. درست. و یک قسمت کوتاه شما هم شب میتونیم نشون بدیم. تمنا میکنم. شوز. فارسی صحبت کن. $100 میخواد بده پول یه جفت کفش ورزشی. No, it isn't. عقلمو که از دست ندادم. تو رو خدا یواشتر. چی؟ یواشتر. ببین سر به سر من نذارا. بله خیلی جالبه که نمیخوام درباره این فیلم زیاد صحبت کنیم چون میخوایم دوستان بیان در کانون فیلم ببینن. دوم دسامبر بعد ممکنه همه فیلمو نشون بدیم برای دوستان. بس شما خوشبختانه فکر کنم برای کارگردانم کار کردن با شما خیلی آسون باشه چون خودتون فن هستید، یعنی هم دوربین میشناسید، زاویه میشناسید، کارگردانی میدونید. کار بعدی چیه؟ کار بعدی راستش من الان روی یه فیلم سینمایی دارم کار میکنم، دارم مینویسمش که یه داستان ایرانی هست. دوست دارم اولین فیلمم ایرانی باشه، البته به زبان انگلیسی هست بله. ولی پلاتش و ایناش ایرانی هن. و همینطور یه چیز هست، فیلم ویدیو، میوزیک ویدیو هست که با آقای سینا بیات و آقای مهران امینی داریم روش کار میکنیم. بیشتر تردیشنال ایرانیان میوزیک هست، خیلی حالت عرفانی داره و خیلی من خوشم میاد روی اینجور چیزا کار کنم. خیلی تردیشنال ایرانیان به نظرم میاد، دوست دارم دستن در کار اینجور پروژه ها باشم که با حالت پروموت کنه کالچرمونو. و فعلا این چند تا پروژه هست که در حال اون فیلم های کوتاه. خانم برای دوستان بدونن آگاه تر بشن، فیلم وقتی دارم درست میکنه فیلم بلند فیوچر فیلم، با امید این که در سینما نشون بدن، فروش میره، با امید خدا بعد دیویدی میشه به این صورت. ولی فیلم های کوتاه چجوری؟ آیا خودتون باید اسپانسر بشید، مخارج بدید یا سازمانی میده، یا اینکه یک پروژه انتخاب میکنید، به چه صورتی انجام میشه؟ راستش من تمام فیلم های کوتاهی که درست کردم، من حدودا 9 تا یا 10 تا فیلم کوتاه درست کردم
که همشونو خودم تهیه کردم و خودم مخارجشو دادم و بیشترم خب به خاطر این هست که یه اینوستمنت این دیگه یه اینوستمنت هست، ولی خب بیشتر از لحاظ این که خودتو معرفی کنی به جامعه و از طریق فیلم فستیوالا هست که یعنی هیچ پروفیتی درش نیست، ولی بیشتر همون که آدم خودشو به جامعه معرفی کنه و استایل کارشو مردم و همینطور مثلا از مثلا فیلم میکر خود آدم هم که استایلشو به دست بیاره. به نظرم خیلی چیز خوبی هست و تا حالا میگم بعضی ها خب ریز میکنن پولشو، ولی من تا حالا یعنی خودم. بله، برای اینکه این کار من میدونم یک هموطنی میخواد یه فیلم بسازه و داره به مردم میگه که کمک کنه، چون این فیلم درباره تاریخ ایرانه، میخوام ایرانه بشناسونم به مردم، داره از این طریق این کار میکنه. یا اینکه بعضی اوقات میشه آدم اینجا شرکت های بزرگی هستن، کارهای مختلف هست، مثلا یک فیلم کوتاه آدم بسازه که نشون بده مثلا در این فیلم کوتاه درباره یکی از تحقیقات نشون داده بشه، مثلا درباره دیابت مثلا فیلم سازه. این فیلمای کوتاه بعضی موقع آدم این فیلم‌ها رو می‌سازه. بله. بعد اون طرف می‌بینن میگن که این پاسیبلیتیش هست، چون می‌دونیم بعضی وقتا اینجا که خیلی این کارگردانای بزرگ با فیلم‌های کامرشال درست کردن یا میوزیک ویدیو درست کردن اول. بله. بعدش هم اومدن کارهای خیلی بزرگتر انجام دادن. بله. در صورت من خیلی خوشحالم که یک خانم، یک هموطن در این خطه که کارش هم در یه سطحی خواهد بود که برای اینترنشنال دارید فکر میکنید. بله. هم میگید مثلا فیلم درباره ایران ایرانی هست، ولی برای همه ملت‌های دنیا خواهد. بله، چون به نظرم جامعه خارج از ایران هم باید آشنا بشه با جامعه ایرانی و in a positive way. مثلا بله. نه اینکه تمام متاسفانه اون چیزایی که میدیا بهشون میده خیلی متفاوت هست و به نظرم خب این وظیفه ما ایرانی هاست که اون چهره دیگر بله. ایران رو به مردم معرفی کنیم. بله بله، خیلی خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکر. و شما هم روز دوم دسامبر در اون کانون فیلم هستید، این فیلم کوتاه نشون داده میشه با آقای یوسف و امیر خان دلارا، اونجا در اونجا خواهید بود. من از شما خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. برای موفقیت بیشتر آرزوی زیاد دارم. قربان شما، خیلی متشکر از امشب و برنامه جالبتون. خیلی متشکرم.